شما به من دروغ گفتی. یاسین، من همه چیه به خاطر تو. تو به خاطر من چی کار کردی؟ ها؟ جواب بده. تو به خاطر من چی کار کردی؟ به خاطر بچه‌ای که وجود نداشت اشک منو درآوردی. ها؟ تو مامان، تو به خاطر من چی کار کردی؟ چند بار با این دروغای مسخره گولم زدی؟ ها؟ چند بار تو چشم نگاه کردی و بهم دروغ گفتی؟ چند بار پسرتو گول زدی؟ ها؟ جواب بده دیگه. یاسین، من حرف این دختر رو باور نکردم. بهش گفتم قاتل. نه یاسین، نه، نباید به اون نزدیک بشی. نه، بهش گفتم قاتل بچه‌ای که نبود. یاسین، نه یاسین، وایسا یاسین حق نداری بری. یاسین وایسا، ایجه نباید بری. یاسین ایجه وایسا، باید حرف بزنی. یاسین وایسا، نباید بری. یاسین اجه، باید حرف بزنی. یاسین، نباید به اون نزدیک بشی. نه، خواهش میکنم، نباید به اون زن نزدیک بشی. اون زن بابام. دستتو بکش. خلاصه دیگه همین آقا سینان، میل خودتونه، میتونین خواستگاری و نامزدی و نشون رو یه جا بگیرین، میتونین سوا بگیرین، منتها تو باید اول بری به دختره پیشنهاد ازدواج بدی. پیشنهاد خیلی مهمه، خیلی مهمه. انگشتر نشون، اونم با بزرگترین نگین، الماس، از همونی که اجه داره، لنگه اون باشه. فکر نکنم دلت بخواد از بابا تقب بمونی. ها؟ سر در نمیارم چی میگین. حلقه خریدم، دارم عروسی میکنم، اما خودم خبر ندارم. تو از دنیا خبر نداری پسر. اصلا واسم مهم نیست منظورت چیه، فقط میتونم بگم میتونی رمانای قشنگی بنویسی. یا با دختر من ازدواج میکنی یا میندازیش تو دامنه یه نفر دیگه. تو دامنه کی میندازمش؟ فضیلت خانم، تو دامن کی؟ تو حرف نمیزنی، باعث میشی بقیه حرف بزنن. مامان داره دیوونه میشه، نمیتونم کنترلش کنم. کاظمم که اصلا خبر ندارم چی کار کرد، اما میدونم که مامانو تحت فشار گذاشته. او بابا، خوش اومدی. مشکلی پیش اومده. چی کار کردی؟ برادر رو با برادر، پدر رو با پسر دشمن کردی. خودت میدونی باید چی کار کنی. قلبت یاوزو، دستات سینان رو ترک میکنه. وقتی یه حرفی میزنی نصف کار نزن، بقیهشم بگو. بقیهشم من نباید بگم، تو باید بگی.
قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن یه دختر 1000 تا خواستگار داره اما آخرش قسمت یکیشون میشه. ببینم تو چی کار کردی؟ دست دخترمو گرفتی اما انقدر مسخره بازی دروردی که دخترم جلوی همه کوچیک شده بود. حالا الان چی شده؟ حالا که قضیه جدی شده خودتو زدی به اون راه آقا سینا؟ چی گفته جدی شده؟ شما فقط دارین از طرف خودتون. از طرف خودم نیست آقا. خیلی هم خوب همه چی رو میدونم. دختر من دلش میخواد این رابطه رسمی بشه. اما دختر مغروریه. عجله‌ای هم برای ازدواج نداره ها. اما خب دلش خیلی پر بود. هر چی تو دلش بود به من گفت. خب میخواستم بچه‌م سبک شه. شما منو دست انداختین فضیلت خانم. خزان حتی تو صورت من نگاه نمی‌کنه. برای چی به صورتت نگاه نمی‌کنه؟ به خاطر همینه دیگه، داره ناز میکنه که تو بفهمی. اما کیه که این حرفا رو متوجه بشه؟ دیروز بچم همه چی رو به هم گفت. گفت من به خاطر اون از مرگ برگشتم. گفت اما سینان اصلا به روی خودش نمیاره. گفت من یه دختر جوونم، من برم پیشنهاد بدم؟ نشسته فکر میکنه، قصه میخوره، میریزه تو خودش. بچم چی کار کنه؟ خب کوچیکه. خزان دیگه. خزان خودش اینا رو گفته؟ خزان گفت دیگه. اما گوش کن، خزان نباید بفهمه من اینا رو بهت گفتم. و فهمیدی؟ پس به خاطر همین این همه مدت همش ازم فاصله میگیره. من دیگه این چیزها رو نمیدونم. هر چی باید میگفتم و گفتم، همین. بقیهش هم دیگه به من مربوط نیست. یا با دخترم عروسی میکنی یا برای همیشه از دست میدیش. همینقدر میتونستم بگم. تیر رو رها کردی فضیلت خانم. یا به هدف میخوره یا خطا میره. فکر کنم تو دستشویی بیهوش شده. به کارت برس. دارم میرسم. ببخشید. دیدم طولانی شدن دستشویی تعجب برانگیز شد، گفتم این سربت بزنم. تو دستشویی هم آرامش ندارم؟ بعدش هم اصلا به تو چه ربطی داره؟ بهتر نیست آروم باشی خزان؟ چطور؟ عجیب غریب رفتار میکنی، چرا اینقدر عصبی شدی خزان؟ او منو عصبی میکنی. من برای چی عصبیت میکنم؟ من کار دارم، باید برم. هیچ جا نمیتونی بری. متوجه نشدم. قراره لارا بیا، جلسه داریم. من به لارا چی کار دارم؟ چون لارا میخواد بیاد من نباید برم؟ تو با لارا مشکل داری خزان؟ چه مشکلی میخوام با دوست دخترت داشته باشم؟ خوبه، پس اگه مشکلی نداری برای جلسه هم میمونی. من شریک تو هم و برای جلسه تو شریک منی، بله، اما من رئیس تو هم و بهت میگم نمیتونی بری. اجازه نمیدم که بری. البته اگه با من و دوست دخترم مشکلی پیدا نکرده باشی که ما ازش بی خبر باشیم. یاسین تو رو خدا بیا با هم حرف بزنیم. یاسین مامان زود باش بیا. مامان
چون مامانم این دهنم رو باز نمی‌کنم، اگه باز بشه نمیدونم چطور ببندمش. پس زود باش دیوونم نکن. یاسین تو رو خدا بهم گوش کن، تو رو خدا بیا بشینیم حرف بزنیم. یاسین مامان. یاسین خودمو میکشم. سلین تو با دروغایی که گفتی خودتو کشتی، فهمیدی؟ مال خودت، هر کاری دوستشی باش بکن. یاسین نه، یاسین نه. من بالا مام، 5 دقیقه دیگه حاضر شو. یاسین، یاسین نه رو خواهش میکنم. یاسین نه رو، تو رو خدا ازت خواهش میکنم نه رو. یاسین، یاسین خودمو میکشم، خودمو میکشم، خودمو میکشم، خودمو میکشم، میکشم. زود باش بیا کاظم خان، زود باش. خوش اومدی. نمایش داره شروع میشه. خوش اومدین. بفرمایید. لطفاً بفرمایید. ببخشید. جدی جدی میخوای که مامانمو دست به سر کنم؟ کاظم اگه من همیشه هر کاری میکنه به خاطر اینه که به فکر خانوادشه، نه مثلا بچه های خودش کافی نیستن، پول میده یه بچه دیگه هم میخره، نه؟ سینان بابا بازم دست کن تو جیبت. تو خیلی پستی سینان، اشتباه میکنی. داری با رفتارهای احساسی هم به خودت ضرر میزنی هم به خانوادت. باید از دست کریمه خلاص بشی. باید با من همکاری کنی سینان. من برای راحت شدن خیال تو حاضر نیستم هیچ کاری بکنم. متاسفم، شر مامان جونم از سرت کم نمی کنم. اشتباه می کنی سینان، اشتباه خیلی بزرگی می کنی. زندگی واقعا خیلی عجیبه، اما شما عجیبترم هستین. عجیبتر خاطر اینکه پول دادین یه پسری مثل سینان رو به دست آوردین. واقعا خیلی تعجب برانگیزه. دیگه شورشو در آوردی. آروم باشین، نترسین. من یه عالمه کپی ازش دارم. بگو چقدر میخوای، بگو راحتم کن. همش دروغ. وایسا یاسین، وایسا. حق نداری رو تخت مامانم بخوابی. دختر خونه داشت خانم خونه رو خفه میکرد، داشت میکشتش. این دختر یه جانیه. بگیر ببینم. این چیه؟ ویتامینه، خونوادت آوردن، گفتن بدیم بهت. یاسین بچه‌مون داره از دست میره. ای چه حولم داد.
تلافی همه بلایی که سرم آوردی و در میارم، تلافی همش رو در میارم. چقدر خوشحاله، داره از خوشحالی میمیره. پس بمیر. یکم فکر کن، شاید تا برسیم یادت بیاد. نورمان؟ به نظرم بهتره جلوی بچه در مورد این چیز حرف نزنیم سفته. خیلی دست و دل بازین، جدی میگم. اما حتما میدونین ارزش مدرکی که دارم خیلی بیشتر از اون صفراییه که اونجا گذاشتید، میدونین یا نه؟ یا هر چی میخوای بگیری بگیر، کپیا رو به ام بده. زود باش. این فقط حق و سکوته. اگه کپیارم میخواین باید شوهرم رو به ام پس. پسرمو فراموش کن یاسمین، پسرمو فراموش کن. فقط یه چیزو میتونی از من بگیری، اونم پوله. پس مبلغ میره بالاتر. به اندازه یه تلخی عشق میره بالا. یه کاری میکنیم، من بدرقتون میکنم، به بقیه یه مبلغم فکر میکنم. از پسرم فاصله بگیر، پولاتو بشمار. بی همه چیز. بچه تو بگیر، بگیرش، برو بدش به باباش. واقعا؟ باشه، الان نشونت میدم چقدر جدیم. ببینی چقدر هیجان زده شده؟ آه،
دومین معامله. چه زود. گوکان، من میتونم توضیح بدم. برات توضیح میدم. ما بچه یاسمین، سلین آروم باش. سلین الان اجه میره، ما با هم حرف میزنیم حلش میکنیم. اجه برو بیرون. نمیخوام هیچ جایی برم. باید با چشمون ببینم به چه روزی افتادی. حتی یه لحظه هم از دست نمیدم. بمیر. بزن دیگه. شما که همین جوریش منو کشتین. خودتو سپر بلای اون میکنی. سلین تو واقعا آدمی؟ بچه ای که تو شکم این دختر برادرته. به تو هم میگن انسان؟ برادرمه، برادر منه، برادرم، برادر منه. خیر باشه. چی شده؟ دیگه نمیتونم جلوی پسرمو بگیرم فضیلت. تو چجوری میخوای جلوی دخترتو بگیری؟ از این بترس. دخترم کجاست؟ اجه خواهش میکنم برو، خواهش میکنم لطفا برو. من با این وضع بهتر بمیرم. من باید بمیرم. دخترم اینجا چه خبر شده ها؟ اجی! آه!
خدای من، نه بچه‌م، اجم، اجی، دخترم. تو وقتی توان کاراتو پس ندادی نمیمیری. اجه بسه دیگه، برو. نمیذارم بمیری دخترم. اجم دخترم، دخترم خوبی؟ خوبی دخترم؟ حالت خوبه؟ اینجا چه خبر بوده؟ اینجا چه خبر بوده؟ با تو هم میگم اینجا چه خبره؟ چی شده؟ خودت بهتر میدونی چی شده. غیر اینه؟ تو همونی هستی که گفتی اجه دروغ میگه. تو خیلی خوب میدونی چی شده. باورم نمیشه، نمیتونم باور کنم، هنوز نمیتونم باور کنم. هر کاری میکنم نمیتونم همچین چیزی رو باور کنم. گوکانا چی؟ نظر صدامو ببرم بالا. یه بار جلوی این بچه از خود بیخود شدم، دیگه نمیخوام اون اتفاق تکرار بشه. میفهمی؟ میگم این بچه هنوز دارم 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 میگم این بچه‌ای که میگم بچه ی توه، بچه ی زن منه، بچه ی زنمه. زنم بچه داشته و من خبر نداشتم. گوکان خیلی مسخره است. شرایط خیلی مسخره، یه خیلی مسخره است. گوکان من معذرت. گوکان چی؟ چه معذرت خواهی؟ تو بدترین و فاجعه ترین و افتضاح ترین و کثیف ترین اتفاقی هستی که میتونه سر یه نفر بیاد. تو واقعا خود فاجعه ای. گوکان لطفاً برو پیش دخترت، باشه؟ برو پیش دخترت، منتظر باش که وسایلشو برات بفرستم.
مردی که ساده. آخه یه آدم چقدر میتونه نادون باشه؟ چقدر میتونه؟ واقعا گندشو در آوردی. خیلی نادونی. یاسین تو رو خدا وایسا. یاسین صبر کن خواهش میکنم. بریم ماما. یاسین نرو. بیا بری. نرو یاسین. درو قفل کنین. حق ندارید درو باز کنین. چی کار میکنی دختر؟ به کل دیوونه شدی. میشه خودت چی خیال کردی؟ رو من قفل میکنی. درو قفل کنین. حق ندارین درو باز کنین وگرنه اخراجتون میکنم. یاسین نرو وایسا خواهش میکنم. دیوونه شدین شما. درو باز کن ببینم. درو باز نمیکنین. یاسین لطفاً بمون، بیا با هم حرف بزنیم. یاسین نرو. دیدی؟ آدم رو ردیف کرده دمه در که شوهرش از در نره بیرون. میبینی؟ من به اون سمور بدبخت گفتم، بهش گفتم اما اون گوش نکرد. گفتم این شکریه یه کاری میکنه بدبخت میشی، همونی که گفتم هم شد. آخ خدای بزرگ من، عدالت یعنی همین. خدا خودش به وقتش عدالت رو اجرا میکنه، عدالت همینه. نمیخوای بپرسی مامان؟ چیو بپرسم دختر؟ این اتفاقا چه ربطی به من و تو دارن ها؟ دیگه هیچ کس نمیتونه جلوی یاسین رو بگیره. میخوان طلاق بگیرن. نمیترسی؟ پناه بر خدا، برای چی من باید بترسم دخترم؟ اما من دخترم خیلی وقته که خوب و بد دیده، مگه نه؟ عاقل شده. قلب دختر من خیلی به خاطر اون پسره بی ارزش شکسته، مگه نه؟ دیگه خودشو نمیندازه تو دردسر. دختر من انقدر سوخت و عاقل شد. دختر من به خاطر هیچی و بوچ خودشو بدبخت نمی کنه. می کنه؟ این درو باز نمیشه. من با اتون شوخی ندارم، درو باز کنین. این در باز نمیشه. یاسین نمیتونی بری. میگم درو باز کن. ما ماموریم و معذور آقا یاسین. یاسین تو رو خدا بیا با هم حرف بزنیم. مامور یا معذور؟ آره باشه که مامور یا معذور. یاسین وایسا خواهش میکنم. حالا ببین من چی کار میکنم. مامور یاسین نرو خواهش. پسرم داری چی کار میکنی؟ یاسین تو رو خدا خواهش یاسین خواهش میکنم. یاسین نرو یاسین نرو مادر مادر خواهش میکنم. یاسین نرو خواهش میکنم. لطفا سلی چی کار داری میکنی؟ این آبروی ریزی یا چیه؟ بابا یاسین داره میره، لطفا اجازه نده. بابا تو رو خدا یه کاری کن، نذار یاسین بره. چی شده؟ قربان سلی خانم گفتن در رو قفل کنیم، نذاریم در رو باز کن. نه باز نکن بابا. نه خواهش میکنم بابا خواهش میکنم. سلی بگو ببینم قضیه چیه. یاسین بگو، به بابات هم بگو چی شده. میتونی بگی؟ اگه روت میشه و خجالت نمیکشی بگو. بابا لطفا اجازه نده، التماست میکنم اجازه نده بره. کیفتو بردار.
بابا لطفاً یه کاری کن، یه چیزی بهش بگو، نظر از اینجا بره. بذاریم بره. سلیم. نه نه بابا، نه نه یاسین، نه یاسین، یاسین نرو، یاسین خواهش سلیم. میکنم وایسا، نرو نرو یاسین، سلیم. نرو لطفاً. سلیم آروم باش. نه درو ببند رضا، درو ببند. نه نه کافیه دیگه یاسین، نرو کافیه سلیم. نه سلام، نمونه ها رو قاپیدم و اومدم. اینم از نمونه های جدیدمون. بفرما. حالی بریم سر جلسه. خزانم میاد؟ چرا نیاد؟ چرا بیاد آخه؟ چه ارتباطی به خزان داره؟ سوال قشنگیه. تو مدل بودی درست خزان؟ در اصل من حتی یه مدل واقعی هم نیستم. ببینم فارغ التحصیل چی بودی؟ فقط از روی کنجکاوی میپرسم. بسیار دیگه چیه یاوز؟ تربیت بدنی. خزان شریک ماست و این سوالا الان راستش دوست دخترت کاملا حق داره. درست به موقع. وقت بخیر. چی کار میکنی؟ من یه چیزی نگفتم، بی خودی بهش برخورد. به من چه؟ خزان خوب بود. کجا میری؟ یه لحظه وایس. خزان چی کار میکنی؟ دستتو بکش. توالت خوبه؟ یا خوبم یا نیستم، به تو چه؟ برای چی میای دنبالم؟ انگار متوجه نیستی اون تو چی کار کردی. اصلا برام مهم نیست. جلسه و شرکت اصلا برام مهم نیستن، فهمیدی؟ بذار یه چیزی بگم. من همین الان استعفا میدم. هم از اون مدلینگ ساختگی، هم از این شراکت مسخره استعفا میدم. باشه، پس برو با اسباب بازیات بازی کن. چی؟ تو خیال کردی کارامون بچه بازیه؟ اگه واقعا میخوای استعفا بدی به وکیلت اطلاع میدی، میگی من میخوام قرارداد رو فسخ کنم. استعفای واقعی باید اینجوری باشه. باشه، میرم یه وکیل خوب واسه خودم پیدا میکنم. یه لحظه بیا کارت دارم. به من دست نزن. چرا اینجوری میکنی؟ چرا کاریو که این همه برش زحمت کشیدی به این راحتی ول میکنی؟ اون خزانی که من میشناختم کجاست؟ مگه آبروی ما ستا جلوی همه نرفت؟ مگه همون موقع تو نبودی که به ما انگیزه دادی؟ یهو چی شد؟ اون خزان کجا رفت؟ اون دختر جنگجویی که من میشناختم کجاست؟ جنگجو نیستم، کم آوردم. من اون خزانی که تو میشناختی نیستم. من اون دختر قوی و جنگجویی که تو میشناختی نیستم. تو منو نمیشناسی، اصلا نمیشناسی.
رئیسم هیچ کاری ازش بر نیومد. Thank you.